نماوا تقدیم میکند. پشت هر داستان معرکه‌ای تصمیمات اشتباهی وجود داره. تا اونجایی که یادم میاد آجوبا همیشه این حرفو میزد، از اون طرف یه جور دیگه به نظر میرسه، اما از اینجا چرا با این سرعت میدوهن؟ اگه منم همجنس با اونا بدوهم، حتی متوجه هم نمیشن که داشتن دنبال من میدویدن. چرا با این سرعت میدوان؟ من که همینجا وایسادم، اگه یکیشون پاش بگیره بیفته چی؟ بیاین شروع کنیم. برکو درد نہیں ہوتا بولا نا بے برکو درد نہیں ہوتا باید همیشه آب زیادی بخوری، اگر نه کم بوده آب و اگه آب بدن تموم بشه. آروم باش سوریا، آروم. من یه پسر عادی میخواستم. تو واسه چی برگشتی؟ با تمام وجود تمرین کن و آموزش ببین، تو یه روز استاد کاراته بشی. ببین چه جوری پدرشو در میارن. خلاصه زندگی؟ آه لعنتی، من دارم از کمابی میمیرم. باید آب بیشتری میخوردم، اما چرا سلولای مغزیم روی خلاصه زندگیم یا هنگ جلف دهه 90 رو پخش میکنن؟ پس بهتره که از اول شروع کنم. مردی که هیچ دردی حس نمی کند. مای مووی تقدیم می کند. این دیگه چیه؟ من که هیچ وقت اینجا نبودم. این من نیستم. مامان؟ بابا؟ آجوبا؟ پس من کجا؟ اینجا اصلا به دنیا نیومدم. وقتشه بریم بیمارستان. سمبوسه. چی؟ گفتم سمبوسه. بعدم بخرم؟ نه خیر، همین الان. برای منم تخم مرغ آب پز بگیر. یعنی اصلا فیلمو نبینم؟ خودم برات تعریف میکنم. سوسم بگیری. سوس برای منم بگیر. من که قبل از شروع شدن فیلم پرسیدم چیزی میخواین، یعنی همون موقع میگفتین دیگه. زر نزن دیگه. ببخشید، متاسفم، ببخشید. بذار فیلم کو ببینیم دیگه. ساکت شو دیگه. رو بشین، از پسش برمیاد. فکر کنم یکم زیاده روی کردم، اصلا اینجوری نبود.
خیلی خوب باشه، از اول بدون تقلب دیگه. تو بشین، از پسش بر میاد. ای به مامان من فوش میدی؟ وایسه که دارم برات. تو خوبی؟ بریم بیمارستان. لپر روشن کنی. بعد یه نابودگر از آینده میاد، اونم برای کشتن من، چون در آینده وقتی همه چی ماشینی میشه قراره نجات دهنده دنیا باشن. بعدشم مامان نابودگر رو نابود میکنه. باید اینطوری میشد، ولی خب اینطوری نشد. و بعد ما تا ابد به خوبی و خوشی زندگی کنیم. ای کاش که اینجوری نمیشد، ولی متاسفانه همینجوری شد. بعد از اون اونقدر پرونده های جنایی در بمبئی اتفاق افتاد که همه گردن من دزد و فراموش کردن. ای بچم خوابه، واسه همی آروم حرف میزنم، به موقع میام. باشه 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 باشه، چشم. باشه باشه. دست و پا بسته و عینک قواسی به چشمام. چرا؟ الان میگم چرا، ولی فکر کنم با توضیحات دکتر بهتر متوجه میشید. سلول های عصبی پیام درد رو به مغزش صادر نمی کنن. زنده موندنش یه معجزه است. معمولا این بچه ها بیشتر از 4 سال زنده نمیمونن. یه بیماری نادره، بعدن توضیح میدم. شما باید از این بابت خوشحال باشید. آقای دکتر، من یه بچه عادی میخواستم. اینشون یه مقاله وحشی تحویل من دادن. بکن اونا. اون تا حالا به تو چیزی گفته؟ پس چرا بهش میگی مقال؟ دیدین آقای دکتر؟ این پدر خانم هم مغز بچه رو با این فیلم ها خراب کرده. این فیلم های مزخرف. باید به اون معنی درد و فهموند. نباید دائم کنترلش کنی. بشین. نرو. دست نزن. چشمتو ببند. نخور. ربات که نیست. نباید هی بهش دستور بدی. مراقبت میخواد. مراقبت. توی آمریکا هم روی این بیماری
مطالعه کردن اما براش درمانی پیدا نشده. چی کار میکنی؟ اگه کسی بخواد این جوری با مش بزنه تو صورتت، تو باید چی بگی؟ اوچ. چی بگی؟ اوچ. 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 یه عده میگن این مرد درد حالیش نمیشه. اونا نمیدونن که درد نداشتن یه قدرت جادویی نیست، یه بیماری. یه اوچ، دو اوچ، سه اوچ. اگه دست یا پام بشکنه، سرم یا دماغم داغون بشه، من اصلا متوجه نمیشم. سرما، گرما، سوزش، حمله قلبی، هیچ، هیچی رو حس نمیکنم. آجوبا اجازه نمیداد به خاطر شرایطم تو هراس و ترس زندگی کنم. به همین خاطر تمریناتی بهم داد که من تک تک ماهیچه ها و استخون ها و مفاصل بدنم ما بشناسم. اگه جای ما سیب میدید، میتونستم درستش کنم. برای هر شرایطی راه حلی داشتم. وقتی بچه های همسنم مؤدبانه حرف زدن و یاد میگرفتن، من اوچ گفتن و یاد میگرفتم. شنیدیم تو درد احساس نمی کنی؟ بچه ها فرشته صداقتن، نور چشمن، عزیزن. کسایی که اینجوری دربارشون میگن انگار تا حالا مدرسه نرفتن. اینم بهترین دوست منه. اگه من آتیش باشم، اون طوفانه. چرا گریه میکنی؟ تو جون منو نجات دادی. از امروز کسیو با چوب نزن، با دست بزن، باشه؟ اون همیشه مثل ترسوا بود، ولی اگه میدید برای من اتفاقی افتاده، دیگه هیچی جلو داریش. باز چه غلطی کردی؟ از مدرسه بیرونمون کردن اما دست از سرمون بر نمی داشتن. سوپری بپه. یه طرف ما بودیم، طرف دیگه همه دنیا. ببین من نشونت میدم. سوپری، تو نمیدونی چقدر قدرت داری. صد برابر بیشتر از من قدرت داری. بپر. سوپری آسیب دیده بود اما اوچ نگو. وای بابا شومن، فرار کنین. بابا میزنم ات. بیا برو ببینم. بابا سوپری من سوریا هوای همه رو داشت. سوریا اما هوای خودش هست، هیچ وقت دلیلشو نفهم. سوپری گوش کن چی میگم، با لیزر چشمات بزنش. بلند شو پسرم، اینا رو باید بکشیم. آها.
خوبه اینم در بیار. بیا اینا بگیر. این چیه؟ این یه چیز جادوییه، همیشه برات شانس میاره، همونطور که شمشیر یه سامورایی همیشه همراهشه و نانچیکوی بروسلی، تو هم باید کیسه آب همیشه همراهت باشه. سوریا، باید همیشه آب بنوشی، اگر نه کم بوده آب پیدا میکنم و آب بدنت تموم بشه. چی؟ چه کار باید بکنی؟ آفری سوریا، تکالیفت انجام دادی پسرم؟ اول باید سوپریو از دست پدر شیطانیش نجات بدم. ببین، درس خوندن از سوپری مهمتره. نه، وقتی شما و بابا نیستین این سوپریه که از من جلوی همه دفاع میکنه، اون مراقب منه. کاملا به مامانت رفتی. یعنی مامانم مثل من بود؟ اونم کونگ فو کاراته یاد گرفته بود، پس کی کشتش؟ ببین سوریا، اگه میخوای از سوپری جلوی باباش دفاع کنی، باید خیلی تمرین کنی. هنوز آماده نیستی پسرم. تو اول باید تکالیفی که بابا داده رو تموم کنی، بعد من بهت تمرین میدم. من خودم میدونم باید چی کار کنم. همه یه ویدیو رو همین الان بده بیا. باشه باشه، همشو ببر، همش مال خوده. الان دیگه دیویدی مود شده. من تصمیم گرفتم همه ی فیلم های اکشن رو نگاه کنم و ازشون یاد بگیرم، چون برای شکست دادن پدر سوپری لازم هم میشه. سوریا دیگه بسه پسرم. به جون مامانم قسم این آخریه. مبارزه با 100 تا مرد شروع. مبارزه با 100 تا مرد یعنی چی؟ شروع. اون کاراته کار یپا همه مبارزا رو شکستن. من همه فیلم‌ها رو دیده بودم، اما مثل اون رو ندیدم. جوری که مبارزه می‌کرد، واقعاً به حریفش آسیب می‌زد. ای کافیه. شروع. چی شده؟ من میخوام مبارزه 100 حریفه بشم. حالا دیگه بریم، باید سوپری رو نجات بدم. پشت هر داستان حیرت انگیزی تصمیمات غلط زیادی وجود داره. سوپری
کار میکنی؟ من فکر کردم در بسته است. آره، ولی تو چرا اینجایی؟ مامانم تو خطره. بابام گردنبند ازدواجش رو گرفت و رفت. نگران نباش، من از پس 100 تا مردم برمیام. آخه بابام گفت که اگه گردنبند تو ندی من تو رو میکشم، درست مثل همون دزده که مادر سوریا رو کشتم. بابای سوپری دیگه آدم بد معمولی نبود. اون یه گردنبندوز بود و چون مادر منم یه گردنبندوز کشته بود، من و سوپری قسم خوردیم که تک تک دزدای این شهر رو گرفتار کنیم و مثل همیشه سر قولمونم بودیم. سوپری اینو بزن. بالا چجوری بهتره ها؟ من نمیخوام بپرم الان. میام فقط صبر کن. اول به هم میگه تو از بچه تربیت کرد. برو بیرون مردی که دارا زمانه عوض شد. طولش میده سوریا. بیا پایین، بیا ببینم. بیا خودم تنهایی پدرتو در میارم. آتیشت میزنه، بگینش. سوریا! بود رو اتوالی کن. چی شد؟ پدر سوپری. پدر سوپری چی؟ معذرت خواهی کن، اون یه مجرم، پلیس خبر کنین. از دید اهالی ساختمون من قاتل، وحشی و تروریست بودم. برای همه خطرناک بودم. اونا گفتن اگه ما از اونجا نریم پلیس خبر میکنن و من باید برم زندان. من اصلا نمیفهمم، من که قهرمان این ماجرا بودم چطور شد که آدم بده شدم. تو میخوای قهرمان بشی؟ میخوای بری زندان؟ قهرمان نه، کاراته کار. چرا تو هیچی نمیفهمی؟ اوچ. تو میفهمی قتل یعنی چی؟ یعنی یه آدم بمیره، یعنی یه نفر کشته بشه. واسه همین شما گذاشتی قاتل مادرم بره؟ داری چیکار میکنی؟
جون با من همیشه خرابکاری میکنم. من سوگند مادری که به سوپری داده بودم و شکستم، حالا چی سر اون میاد؟ اون منتظر منه. ببین سوریا، اول حرف بابا رو گوش کن، بعد سوگند مادرتو انجام بده. حق با باباته. اگه چیزیت بشه سوگند مادری تمیش کنه. یعنی میگی من بدم؟ تو سن تو بد و خوب معنی نداره. وقتی هم سن تو بودم میخواستم با انگلیسی ها بجنگم. آرزون بود که به نتاجی و گروهش ملحق بشم تا با انگلیسی ها بجنگم. قرار کردم، ولی هرچی گشتم خانم نیتا رو پیدا نکردم. بعد با خبر شدم نیتا رفته ژاپن، منم رفتم ژاپن. بعد از اون رفت آلمان، منم رفتم، اونم بدون پول، گاهی با اتوبوس، گاهی گاری. وقتی اونجا رسیدم و بالاخره خانم نیتا رو از نزدیک دیدم، اون وقت به چشمای هم خیره شدیم. ایشون منو در آغوش کشید و تمام قصه منو شنید و گفت به بیچاره یه چیزی بدین بخوره، وگرنه میمیره. من به خودم یه نگاه انداختم، کاملا به هم ریخته شده بودم. برای پیدا کردن نیتا خودمو کاملا فراموش کرده بودم، کاملا خودمو صرف اون کرده بودم. آجوبا، من فکر میکردم میتونم با 100 نفر بجنگم، ولی حتی از 4 نفرم شکست خوردم. برای استاد شدن 15-20 سال لازمه. با 4 تا لگد چیزی نمیشه. امروز از 4-5 نفر شکست خوردی، ولی نگران نباش، یاد بگیر، فقط یاد بگیر. یه روزی استاد کاراته میشی و دزدا رو میگیری. میگم دزدا چند نفرن؟ فکر میکنی از 100 نفر بیشتر میشن؟ چه فرقی میکنه 100 یا 200 نفر؟ تو آموزش ببین، ولی یواشکی، نباید کسی بفهمه، آروم و فقط توی تاریکی، بی صدا توی آره. تاریکی مثل یه پرنده تو تاریکی و بی صدا. اینو بگیر. سوریا، سب کن. میگم چطوری رفته؟ اون چطور رفته؟ شما چرا رفتی؟ یه لحظه به حرفای من گوش بده. من دارم میگم اون ترسیده. فقط یکم ترسیده، یکم گیج شده. گوش کن به من پسرم. اون فقط یکم سردرگمه. میدونید چیه؟ شما هر طور خواستین دخترتون رو تربیت کردین، من همونجوری دوستش داشتم، ولی نمیذارم که پسرم اینطوری. یکم گیج شده، فقط همین یکم. ببینید، شما هم باید از پیش ما بریم. برم؟ آره، از خونه خودم. ببینید، این روش زندگی اصلا عملی نیست. شما باید، دخترتون امروز بین ما نیست، من اون از دست دادم، نمیخوام سورگرم از دست بدم. اون نمیتونه مطابق خواست شما زندگی کنه. دنیا قانون خودشو داره پدر جان، قانون خودشو. سوریا باید زنده بمونه، سوریا باید زندگی کنه، اما نه با قانون شما، با قانون خودش، با قانون دنیا. سوریا باید زندگی کنه پدر جان، زندگی کنه. سوریا باید زندگی کنه. چند سال بعد. سوریا، ناخونتو کوتاه کردی؟ خیلی خوب. سوریا صابونه. آفرین. سوریا، امتحان اجتماعی 15 دقیقه دیگه است. سوریا. خیلی خوبه، این ما اصلا آسیب ندیدی، عالیه. سوریا بخواب، بیدار شو. چند سال بعد.
آجوبا یه زمانی گفته بود که بروسلی نمیتونست درست شنا کنه و رانندگی هم بلد نبود. حتی چشاش هم ضعیف بود و تو بچگی اپیلپسی هم شده بود. ولی بازم چیزی که میخواست بشه شد. استاد کاراته اون که فقط یه پا داشتم با این حال 100 نفر رو شکست داد. البته که زندگی همه یه شروعی داره. بعضیان باید با یه شکست افتضاح شروع کنن. ولی در هر صورت شروع کاره. ما میتونیم بقیه داستان خودمون بنویسیم. منم ادامه قصه‌مو خودم مینویسم. کاملا معرکه ولی تو تاریکی. Crowded sky. Take you like a ninja when the lights are dim and put the floor to your face while you count to ten. I could slice you with my sign when it's entering. You'd be too busy choosing words in Mandarin. And if I play the game like a samurai, you'll be in the dust before you ask why. Just hope that you're awake when I give you a taste of 3,000 fists from a Shaolin sky. Shaolin sky. From the Parthenon, too quick to be real, an hallucination. I can flick you off like a fly on my whisker. A 1-inch punch from the animal kingdom. Got a kung fu hustle, I got a 5-point punch. I could eat all your katas on a Sunday brunch. When I play my Gusheng, you only think of 3,000 fists from the Wu-Tang. زندگی از بروسلی شدن مهمتر انتخاب همسر، همسر خوب، نه بروسلی. یه لحظه ببخشید، من اینو میخوام. آخه اینا دیگه کهنه شدن. آجوبا خواهش میکنم. آجوبا که میخوای خودتو به اون را بزنی؟ تو الان دیگه بزرگ شدی. آجوبا چیه؟ چیه؟ الان همسن و سالای تو صاحب بچه شدن. شما که مغزت فقط به یه چیز گیر داده، فقط یه چیز. کجا میری؟ ماشین سواری؟ گوش کن. گوش کن. توی یه روز 10 بار میره توالت. ماشینش خیلی خوبه. الان جوون شده. بذار دنیای بیرون رو ببینه. من میخواستم یه چیزی به شما بگم، اگه اجازه بدین. چی میخوای؟ بهم بگو. آره خب شما خب اون میخواد سوریا رو ببینه. پوست منو چنده؟ خب ببینه. آخه درباره چی فکر میکنه؟ این همه سال رو تو خونه نگه داشتم و خودم فکر نمیکنی سوریا
باید آشنا بشن. بهش بگی درک میکنه. خب چطور درک میکنه؟ هی سوریا ببین مادر خانده آتک را بابا جان شما چرا با من اینجوری میکنی ها؟ خیلی ساده است. ببینم سوریا چی کار میخواد بکنه توی این سن و سال. ها؟ شما فکر میکنی سوریا بگه که زندگی خوبی داشته؟ آره حتما. راستشو بگی من آدم بدی نیستم. نه اصلا. خب شما خودت خوب میدونی که من چیزی کم نذاشتم. آره فقط تو اینقدر استرس نداشته باش. باشه؟ میدونی من اهل تظاهر کردن نیستم. چیزی نیست، همه چی خوب پیش میره، نگران نباش. بابا چیزه، فردا باید بریم بازار. اینو بگیر هرچی پسندیدی، کفش، لباس، هرچی خواستی بخر. فردا شما باهاش میرید دیگه ها؟ تو انتخاب کلمات دقت کنین. اون مثل مادرته، شریک زندگی پدرته. از کلمات عاشقی و رابطه و اینا استفاده نکنین لطفا. راستی روی ذهن بچم تاثیر خیلی منفی میذاره. باشه، من بهش میگم که پدرت به تو احتیاج داره. آره. یه وقت فکر نکنه من پارانوید دارم. فکرش هم دیوونه کننده است. فقط باید چه کنم ببینم خواب نیستم. واقعیه یا نه؟ من میتونم خودم رو نیشگون یا گاز بگیرم تا مطمئن بشم. ولی من چیزی حس نمی کنم. میتونم جاذبه را امتحان کنم. بله خواب نیستم. واقعیه. اوچ. الو، سلام آتول. همونطور که گفتم اومدم برگه مرخصی بگیرم. ببخشید. نه سری بر میگردم. خیلی خوب باشی، خدافز. ببخشید خانم، من کمربند مشکی ندارم ولی دارم میخواد توی این مسابقه شرکت کنم. اینجوری. خانم بزاره. مراقب باش کسی نبینه. نگران نباشین، دوستمون زیاده روی کرده، حالش بد شده، داریم میبریمش بیمارستان. اسمش چی؟ شیوانگی آویز. مشکلی پیش اومده؟ باید برسونیمش بیمارستان. یکم برو اونورتر، منم جا بشم. جا نمیشی، برو خودت. برو کجا برم؟ ببینی که برای 7 نفر جا نداریم. تاکسی بگیر برو. چرا همیشه من باید با تاکسی بیام؟ میبینمت بعدا. شما خیلی عوضی. کلیده کجاست؟ شاید اون برداشته. به من چه اصلا؟ بیادشید بچه. کلیده بگردش. ما دنبال کلیدی نراجلم.
بد کن بیاد. ببخشید که ما دیر اومدیم. خانوم من زود میام. آجوبا سوریا علی بابا، اولین بار وقتی که دیدمش، خب بعد اون وقت من نمیخوام بشنوم. خیلی هم خوبه. جاتین در مورد شرایطت با من حرف زده، ولی باورش خیلی سخته. ببینم تو خوبی؟ مند آنکھوں میں بھی تھوڑا تھوڑا سا فرق تو رہنے دے خوابوں میں بھی چھپ چھپ کے زخم میرے بڑے راگ گاتے کئی سن سن کے تھک گیا میں تھینک گاڈ تم آ گئی مرہم دعا دوا دارو رکھنا دور تو ہی پاڑی رکھنے والی نہیں آنا تیری مرضی Oh,
او نکره ولی یه اگه بابا پرسید یه چیزی جور کن. من یواشکی مثل نینجای گربه‌ای میرم بیرون. اونجا که رسیدم باید بگم استاد قربونتون برم، من از بچگی طرفدار شما، ولی نمیدونم چرا مدام دارم میخواد بپرسم استاد اون دختری که پوستر میچسبوند کجاست؟ جیمی برنگ آده چی کار میکنی؟ دوباره بلندش کن. گوش کن گوش کن چی میگم؟ رفتم من میگم اگه کجا بودی؟ ببین بابا این بنده خدا داره میمیره. این که رنگ خون کجا بود؟ کی میمونه؟ این پابلو. هی کجا؟ تو بیمارستان حالم بد میشه میرم هوا بخورم. منظوره چیه حالم بد میشه؟ خب بد میشه دیگه، واسه توضیح بدم. تو میمونی؟ ببین خواهش میکنم بمون. باشه من میمونم. چی رو میمونم؟ چته؟ اون اگه میخواست پیش تو بمونه که تا الان مونده بود. نمیموند؟ انقدر تو ذلیلی که نمیتونی خودتو جمع و جور کنی. اشاره بازیاش با توه، با یکی دیگه میره خارج. من میدونم. من که نیستم. خدافظ. ولش کن سوپری. تو که میدونی این چطور آدمیه. لطفا ولش کن. یالا برید دیرون. همینجوری حرف مفت میزنی. تو که میشنی. من که از اول گفتم این پشت سر یکی دیگر رو داره. تو دیگه ساکت شو بخیر، دهنه تو ببن. گوش کن چی میگم، وایسا برگردی. خدا
من همینجا میمونم، جایی نمیرم. به جون مامانم. الو. الو سوپری، کجایی؟ راستش با دوستای دانشگاه هم اومدیم شام بیرون، ببخشید دیر شد، عذر میخوام. عجب. خدافظ. میدونه اینا چیه؟ اینا داروه، داروهای مامان بابات. حتماً میدونی که هر ما چقدر هزینه‌شون میشه. آتول متاسفم، اورژانسی بود، تو میدونی همه چیو ول میکنم، باهات میام، باور کن. سوپری لطفاً دروغ نگو، من اصلاً خوشم نمیاد. ببخشید. خیلی خوب، بس بریم. آتول بریم. یه لحظه گوش کن، حرف چی نباشه، بیا بریم. تیرے لیے میرے جو قدم دو आगे बढ़े तेरी तरफ तो तूने मेरा चेहरा तेरे पैर पीछे चल दिए वाले इसरे चशत बजान कुरेश कौन दिगे चल दिए मेरे पैर पीछे देखा तुझे जो यूं ही हंसते तो सौ सौ बहाने खुद ही को सुनाने भूल लिए माना तेरा जहां अब तो है बस धुआं धुआं मेरा भी तो नीला कहां है आसमां هی قادری میری؟ مگه میتونی رو پات وایسی؟ آره. وایسا نه، سب کن یکی رو میفرستم. صاحب کن آقا یه لحظه صاحب کن، گوش کن، چی کار داری میکنی؟ کجا فرار میکنی؟ یه لحظه صاحب کن. ببین من پول ندارم، منو بقیه آوردم، اگر نه خودم هم نمی اومدم. اونجا بمونم میگم باید چکاپ بشی، عکس بگیری، از این چیزا. یه کلی هم خرابه، بهتر فرار کنم. من خوبم، بذار برم تو رو خدا. من خوبم، بذار برم. میفهمی چی دارم میگم؟ ببین رئیس جون، حرفمو گوش کن، تو رو خدا بذار برم، خواهش میکنم. شما به ویتامین سی احتیاج داری استاد کاراچه. نه 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 شیفو قربان، برای باعث افتخار منه که یکی از صد مبارز شما باشم قربان. بگیریدش. بذارید بره، خواهش میکنم. هی داری کجا میری؟ هی تو برو، ولی تو نه کجا میرفتی؟ آخه من که چیزی ندزدیدم، واسه دوتا تیکه بان این همه آدم اومدین اینجا؟ Thank you.
قبل از اینکه اون منو بشناسه، مهمتره که من بشناسم واقعا استاد کاراته کیه. Hello, mic testing. Hello. 3, 2, 1. The story starts now. Once upon a time, one fellow Mani and his twin thambi Jimmy. And then what happened? Check it out. Life mein fair chance kiska hota hai? Jisko jo mile wo uska dhota hai. Karate Mani, Jimmy become nay. Ek dan ek Bruce Lee ka hota hai. Good ka Grover, bad ka Grover. Life mein fair chance kiska? Hello, ya tail koi neki hai vidu. Moshich Michael khali head mangi tu. Bajban se my girl, Jimmy ki cycle. Bemani ko hi ride te ta aara kyu. Puche zamana, answer purana. Life mein fair chance kiska salada. Vyanjan, Mani, Vyanjan, life mein fair chance kiska? Kaskari, Kandri, Pala, Mani, Tira Jaya, Jimmy ki bandi, Mani ki galti, galti ne sara game hai palatiya. Jimmy ka Vyanjan, Mani, Vyanjan, life mein fair chance kiska? اشتباه ما از اون یه استاد از کار افتاده و دام الخمر کاراته زد و عقده جیمی اونو تبدیل به یه شیطان دیوانه کرد. از اون به بعد هر وقت جیمی سراغ مانی میومد چیزی ازش میگرفت. وقتی هم که چیزی نداشت عزتشو میگرفت. ابری سله. چند ساعت قبل از وقتی سیگار رو ترک کردم مجبورم اینو بخورم. همه جا پوسترهای بزرگی زدی که مبارزه با صد مرد. یا تو شبکه های اجتماعی هم گذاشتی. دیدی 20 تا لایک خورده. من خودم هم لایکش کردم. میفهمی چی میگم؟ میخواستی کتک بخوری. من که همیشه هستم. دیگه چه نیازی به همچین برنامه هایی بود آخه؟ راستشو بخوای من به خاطر گرامی داشته تولد استاد این کارو کردم. میفهمی چی دارم میگم؟ تو شهر بمبئی باید ظاهرت خوب باشه. اگه ظاهرت خوب نباشه به چشم نمیاد. تا سرمو برگردوندم همچین فکر بزرگی زد به سرت. آخه چرا؟ نه من برای خودم این کارو نمیکنم. برای باباست. در واقع من پیش تو هم میومدم. ساکت باش. یکم شخصیت داشته باش. اون دختر لاغرت کجاست؟ فقط اون کارات عالیشه. بقیه یه مش به درد نخورن. یه مش مفخور داره خودم جمع کردم. اون اینجا نیست. گفتم که دیگه این طرفا نمیاد. خواهش میکنم اونو ولش کن. ای مرتی که دیوونه. من نیازی به اجازه تو ندارم که میگی کیو بزنم و کیو ول کنم. فهمیدی؟ مگه وقتی رفتی با دوست من دوست شدی از من اجازه گرفته بودی ها؟ بزنینش. خواهش میکنم. ببین اینا صرف نام کردن اینجا که دوره ببینن. اگه بزنیمشون دیگه نمیان اینجا. لطفا فقط منو بزن. تو که کشتی ما رو. یه سیگار به هم بدین. بده دیگه.
رئیس، خالتون گفتین اگه روزی سه بار سیگار خواستم بزن تو گوشم. منم زدم. تو فرودگاه یکی هم موقع نهار، اینم سومیش. تو فرودگاه که ازت مواد خواسته بوده. اخراجش کنی. هی جیمی، گردن بندمو بده. جیمی، بده ببین چی دارم میگم. راستش من نمیخوام، نمیخوام اینجوری بمیرم. من میخوام با عزت بمیرم. ببخشین آقا، اونم بعد از مبارزه با 100 تا مرد تو یه روز. راستش مبارزه 100 نفری شما رو دیدم، توی یه ویدیو بود. توی یه ویدیو دیدی؟ پس کاستشو به منم بده خواهشن. آخه کاست منو شکوندن، به هم میدیش؟ راستش خیلی داغون شد. مست خودم. ببینم، مگه شما استاد نیستی؟ تازه مقابل 100 نفرم مبارزه میکنی، پس چرا از جیمی کتک میخوری؟ دخترم هم از بچگی منو اینجوری صدا میکرد، استاد کاراته. گفتین دخترتون؟ تو خیابون دیدمش. دخترتو تو خیابون دیدی؟ گوش کن سوپری، تو از اول منو شناختی نشناختی؟ شاید. پس چرا هیچی نگفتی؟ چون نمیخواستم ببینم. چرا نمیخواستی؟ مگه دل بخواهیه که هر وقت خواستی بری و هر وقتم خواستی بیای؟ اصلا میدونی من این همه سالو چطوری سر کردم؟ فقط به تو فکر میکردم. الانم هم همون کارو بکن، فقط فکر کن. آخه الان که پیدات کردم دیگه میخوام برم. منظورت چیه؟ برو سوری. آخه چرا برم؟ پس یه لحظه ساکت باش ببینم چی کار دارم میکنم. به من میگی برم یا خودت میخوای بری؟ درست حرف بزن. وای خواهش میکنم بحث نکن. هی خانم کومار، سه تاشو دو تا میکنم، دو تاشو یکی. بابا رفیق قدیمی، تو با مرد کاراته‌ای بزرگ شدی مگه نه؟ اون مرد کاراته‌ای نیست، فقط استادمانیه. آدم خوبیه، جدی میگه. اون همون مرد کاراته‌ای تو فیلم چی داری میگی تو؟ چرا انقدر دست کم میگیری؟ یه عالمه سوال دارم ازت. به خدا دارم میمیرم که سوالامو تک تک ازت بپرسم. بودو دیگه هیچ جوابی ندارم بدم. خواهش میکنم فقط یکیشونو از پدرت بگو. زنده است. و مادرت؟ اون پسره چی؟ من دارم میرم. کجا؟ کانادا. با اون پسره که همیشه اخماش تو هم بود؟ یعنی با آتول. علاقه ای ندارم داستان 12 سال تعریف کنم. اونجوری که اون دستتو میکشید من دلم میخواست بگیرمش، با لیزر چشام آتیشش بزنم و خاکسترش کنم. تو که هنوزم همون حرفا رو میزنی. بزرگ شدی گه سوریا. چته؟ بزرگ شم؟ تو دوبار منو کتک زدی، ولی اون هر جور باد رفتار کنه چیزی نمیگی. آخه چرا سوپری، چه فرقی داره؟
چرا جواب نمیدی؟ واقعا چه فرقی داره سوپری؟ زدن زدنه، یکی دستتو بکشه با خودش ببره، تو هم هیچ کاری نکنی؟ تو چرا برگشتی؟ من چرا برگشتم سوپری؟ گریه نکن، منم گریم میگیرم، گریم بگیره باعث میشه آب بدنم کم بشه، هنوزم باید مدام آب بخورم. ببین سوریا، من اصلا دلم نمیخواد درباره این چیزا باهات بحث بکنم، دارم میرم و قرار نیست از اون صحنه های فرودگاهی با هم داشته باشی، میخوام اینو بفهمی. چرا به استاد چیزی نگفتی؟ اون خودش میدونه، گفته دیگه اینجا نیام، الان اگه بیدار شه سر و صدا را میندازه. چرا؟ از ترس جیمی؟ نکنه تو هم ترسیدی؟ پس چرا این پوستر رو یواشکی میچسبونی؟ سوپری! سوپری! سرقت گردنبند استاد برات مهم نیست نه؟ رویای مبارزه 100 نفرش نابود شده، این مهم نیست؟ من از تو قرار بود گردنبند دزد رو پیدا کنیم، حالا یه گردنبند دزد. سوریا تو دیوونه ای؟ این حرفاش چیه؟ پس چرا اون دختر رو نجات دادی؟ فرق میکرد. چه فرقی آخه؟ تو ترسیدی؟ دیگه دوران مدرسه نیست که بازی تو ترس و تری و انجام بدیم، زندگی همینه، واقعیت همینه، بقیهش فقط دیالوگ و حرفه. واقعا متاسفم، دیگه واسه طبیعی نشون دادن خودم نمیذارم یه دزد دیگه از دستم فرار کنه. میره لیه تو تو حبیبی کهانی اس بچپن کی سجا کے رکھا ہے کلونا تیرا صدا کے لیے. اون میخواد بره خونهش، خب بذار بره، راحتش بذار، تو هم برو، زود باش برو دیگه. وقتی تو روزنامه خوندی که نینجای نقاب پوش یعنی من خلافکار بمبئی از پدر آورد، اون وقت میفهمی. نصف شبی واسه من گنده مونده، حرف نزن، پا میشم میزنم تو. صدا کے لیے لگتا ہے بھاری کیا میں کروں کہ یہ ہے بیماری پھر بھی تیری آنکھیں اس دل میں ہے جھانکے دھیرے دھیرے ہے دھیرے دھیرے میرا جہاں ہے یہ اب سنا سنا میرا بھی تو کاروان. طبق قانون حمایت کانادا، خانواده هایی که بچه زیر 6 سال دارن برای هر بچه هر سال $6,400 ناقابل دریافت میکنن. تازه جالبتر این که بچه های بین 6 تا 17 سال. کجا داری میری تو؟ نه اونو ولش کن دیگه عزیزم، ول کن. اول غزت، آخه دیدن اینا چه اهمیتی داره ها؟ سوپری همیشه فضول بوده آتول، هر وقت این کارو کرد دوتا بزن توی دهنش. خود منم تو بچه که همینجوری ادبش میکردم. سوپری، چرا این کارو میکنی؟ ساکت شو. به مامانت میگی ساکت شو؟ شما بعد این همه سال یه ساکت شو به شوهرت بگو. وقتی که سر پا بود ازش کتک میخوردی، حالام که از پا افتاده ازش مراقبت میکنی. چرا؟ فقط خدا میدونه. شما اسطوره شکیبایی هستی مادر جان. ای بابا، دخترم زمونه ما خیلی فرق میکرد، تو یکم به فکر خودت باش، جدی میگم، تو فرار کن، نذار کسی هم بفهمه کجا میری و کجا میمونی. خب پس بهتره شما با ما بیای. نه من هیچ جا نمیرم. ای وای مامان جون، مامان راستش من هیچ درآمدی ندارم و حتی
نمیدونم میخوام با زندگیم چی کار کنم. تازه پولم لازم دارم. میفهمی که چی میگم؟ همسنه ای من خیلی باهوشن. میدونن از زندگیشون چی میخوان، اما من هیچ نظری ندارم. نه که دربارش هیچ فکری نکرده باشم. من هدف و برنامه‌ای ندارم. یکی میخواد دکتر بشه، هر کسی یه چیزی میخواد. نمیدونم، یکی میخواد یه برنامه یا یه نرم افزار بسازه، ولی من هیچی از زندگیم نمیدونم واقعا. شاید من یه بازندم یا یه مرده. همه چی پوچه، نمیدونم چی کار. آره تو مامان بزرگی، آخه دختر مگه تو چند سالته؟ یالا بریم. شما میدونستی تو این سن و سال مردم میلیونر میشن؟ خب که چی؟ دخترای همسن من 20 میلیون فالوور دارن. فکر کن تو 21 سالگی همچین اتفاقی برات بیفته. این قیافه رو میبینین؟ قیافه مرد آهنینه. عینک و ریش و همه چیزم هم انتخاب همسرمه. سوریا، تو جدا میخوای اون لباس ورزشی رو بپوشی و بری؟ نه، با من شوخی نکن، اصلا خوشم نمیاد. دن 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 دن. چی شد؟ هیجان زده نشدی؟ نه. نکنه ترسیدی؟ نه نه، چه ترسی دارم؟ اون موقعی که دکترها گفتن تو بیشتر از 4 سال عمر نمی کنی نترسیدم. الان دیگه باید از چی بترسم؟ نوبت من رسید. سوریا بیا نوبت من. هی سوریا، ببین اون گردنبند استادو که برادرش برده، پس این بحث برادر هاست، خودشون حل میکنن. تو نمیخواد این وسط خودتو قاطی ماجرا بکنی. خب شما با نتاجی برای وطن مبارزه کردین. نه، اون بحث قدیمه هست، اما این واسه همین دوره هست. همین دوره؟ بله. یاردم اندازده مامانم همینجوری ول کردیم بره؟ گفتیم ولش کن؟ این با اون فرق میکرد؟ سوریا، عجبا اونجا چرا وایستدین؟ بیاین دیگه، سوگند ازدواجه. زود بشین. که یه سلفی بگیریم. هی داداش با من بگیر بابا، من ذاتا ستارم. بیا با من بگی. بیا سلام کن. هدف تو چیه؟ میخوای استاد بشی؟ خب استاد بشو، این خیلی خوبه. استاد بزرگ سوریا، یاد بگیر، سفر کن، مردمو ببین، ماجراجویی کن، برو به آلمان یا ژاپن، همه جا. عجبا شما 1941 به دنیا آمدی، نتاجی هم 1945 فوت شده، حداقل به طور رسمی. اون وقت تو 4 سالگی شما چطوری باش ژاپن و آلمان رفتی؟ شدنی آخه؟ من احمق نیستم. شاید برای شما فقط داستان بوده، ولی برای من واقعیت داشته. مگه شما همیشه نمی گفتی پشت هر داستان فوق‌العاده‌ای تصمیمات احمقانه‌ای هست؟ من گفتم؟ آره خودتون گفتی. نه من زیاد حرف میزنم. واقعا درسته. من بارها بهت گفته بودم سوپری رو این طرف ها راه نده، میفهمی؟ آه چطوری بازم اومده اینجا؟ کی بهش گفته که من میخوام مبارزه کنم؟ ها؟ کی بهش گفته؟ دختره رو نمیشناسی، چقدر پیگیرته، خودش فهمیده. دختره احمق. از همه چی مهمتر اینه که
تو 4 سال اول نشون ندیم در اومدمون از 500,000 دلار بیشتره. میدونی اگه همه چیمون رو باشه خب نقشه‌هامونم عملی نمیشه دیگه. اینم شکست. ببینم منتظر کسی هستی؟ ببین اگه حداقل 20 نفر بیان میشه حتی به صورت فرمالیته مراسم ها اجرا کرد. گفتی 20 نفر؟ باش تا بیان. الو کجایی تو؟ خاله پیشونی تو بذار بجام. متاسفم. بهتر شد. لطفا نفر برو برو بعدی صدات میکنه. برو بفرمی. برو دیگه. ببینم تو اون موقع مبارزه کنارم میمونی دیگه. هچی واسه کامل کردن رویای تو هم که شده میمونم. پس اگه جیمی اومد بهش التماس کن گردن بند منو ازش بگیر. بعد از اینکه حسابی کتکم زدن ببندش به گردنم که وقتی میرم اون دنیا پیش بابام لاغل یه یادگاری ازش برام مونده باشه. یعنی اینقدر با ارزشه؟ خب یه کپی ازش بساز درست مثل اصلی. بابات هم راضی میشه. خب این یکی از بیست. از در پشتی بیا. مون 19 تا دیگه. شما رو قبلا جایی ندیده بودم. همون طرفدار سینه چاکته. بریم. بریم گردن بند تو پس بگیریم. اگه میای پاشو، اگه نه که آدرس جیمیو بده. زیر لفظی میخوای؟ باشه. خودم پیداش میکنم. ابریسله. هی. کجا میری؟ شفش منو ندیدی؟ شفیه که اونجا. هی وایسا. امنیتی جیمی. محافظان و مبارزان ما از تایلند هستن و بوکسرامون غربی و آلمانی هن. مبارزان من مثل گربه انعطاف پذیرن، مثل سگ وفادارن و مثل گرگ میدرن و مثل ببر حمله میکنن. اونا جزو قوی ترین ها. کینگ مووی تماس بگیریم. ببینم تو توی بچگی ضربه چیزی سرت خورده؟ یا مشکل پزشکی چیزی داشتی؟ هرچی فکر میکنم تو یه چیزی شده. سوپری فرار کن. باشه. جدی دارم میگم. تو آخه از چی نگرانی؟ از این نگرانی که اگه بری آتول هزینه درمانمو نده. آره؟ چی میگی؟ آره. ببین من جایی نمیرم. خواهش میکنم سوپری، این بهترین فرصته. وقتی پرواز ما رو اعلام کردن ما میریم داخل و تو هم از فرودگاه خارج بشم. چی میگی؟ ولم کن ماما. سوپری برفم گوش کن. داخل هواپیما هم اگه پرسیدن کجایی من میگم که تو رفتی دستشویی. خب دستشویی؟ آره دیگه. بعدش هم ما پرواز میکنیم میریم کانادا. آره حتما هم به کانادا میرسی. برفم گوش کن دختر. وقتی هم رسیدیم فرودگاه من به خودم انسولین میزنم. خب انسولین؟ آره دیگه انسولین چیه مگه؟ گوش کن. اگه انسولین بزنم قندم میفته و حالم بد میشه. بعدش مستقیم میبرنم بیمارستان. همونجا هم درمانمو شروع میکنم. من فکر همه چیو کردم. نگران نباش دخترم. اصلا اینا چیه که میگی مامان؟ آخه صبری از من پرسیدی چرا به کسی که همیشه اذیتم میکنه رسیدگی میکنم؟ خودم هم نمیدونم چرا. منم این
رسم شوهر پرستی رو قبول نداشتم، ولی نمیدونم چرا، قصد اسطوره بازی ندارم، ولی خب من اینجوریم، این مشکل منه. اینجا نشستم. مامان تو رو خدا ولم کن، بذار. خوبه، بده بهشون. گوش بگیر ببین چی میگم، تو بخش نگهبانی یه جا دارم، اگه بخوای استخدامت میکنم. گردن بندو پس بده. اونو که کناره تو کیه؟ سوریه. با کسی که تو این گرما نقاب میمونی میزنه و سوی شرط میپشه صحبت نمیکنه، گم شو. این که نقاب میمونی نیست، شما بهش بگی این که نقاب. آخه داداش من، تو چرا اینجوری با احساسات من بازی میکنی؟ ببین بابا گردن بندش رو به من داده، میفهمی؟ وای نه تو کمل فنه تو اس لیے ایسا روتا ہے ایسا داڑھی واڑی بڑا کے تو رجنی فن ہوتا نا میرے کو نہیں دیا میرے کو دیا نا ایسا میرے کو سب کے سامنے ایسا ہیملیٹ کیوں کر رہا ہے تیرے کو سوپری دخترم اینقدر به یه جا خیره نشو اینطوری لو میری سوپری یه لحظه گوشیتو بده من یه لحظه وای چی شو من میرم دستمال کاغذی بخرم نگران نباش چه میدار آخه دقت کن با سی شروع میشه خیلی خب بگو دوباره بنویسم بگو ببینم پنج بار مجبورم کردن این فرمو پاک نویسی کنم حالا کی رسیدگی میکنه؟ کی درستش میکنه اینو؟ میفهمید چی بهت میگم؟ کی درستش میکنه؟ تقصیر من نبود اینا باعث شدن اینجا چه خبره؟ واسه چی دعوا رو انداختین؟ اگه میخواین دعوا کنیم بریم بیرون های بابا زور شما هم که فقط به من مستخدم میرسه صندلیه به درد نخور گفته بودم که دستتون بهشون بخوره میشکنم ای به خون اومد خیلی بی مصرفی چرا ببینم اینجا چه خبره برید اون طرف شلوغش نکنید کی اینجا شلوغ کاری کرده با تو هم تو اینجا چیکار می‌کنی پاچو برو دستگیرشون کن دیگه بودو من دیابت دارم یا
تفنگو بهم بده. بهت گفتم که نمیشه. گفتم یه تفنگ یا باید مجوز داشته باشی یا اجازه نگاهی مخصوص افتادم. نمیشه. هی باشه، من قبول کردم تو طرفدار خیلی خوبی هستی. آقا خودتون باید بیان. 20 نفر حمله کردن، من همه رو زدم فرار کردن، فقط دو تا موندن، خیلی خطرناکن. معلومه اینجا چه خبره؟ کاری کردم دایم، تفنگ ندارم. دایی 20 نفر حمله کردن، چرا تفنگ ندادی؟ فقط دو نفر، مانیا یه پا و یه بچه مبارز. گفتم تفنگ بده، یا مجوز کسبی بیار یا چک ضمانت. همین. یه لحظه بیا داخل. خانم با شما. خانم کجا میری؟ لطفا یا تفنگ بده، این فرمو پر کن بعدشم تحویل. صفحه 33 بند 1384 قانون THX. تفنگو بده. باشه حق با تو. تو جانده مرا تو بونه لمبا کوتنا لمبی کار اتھے پاسے حاکار کالی جانده تک گئے وار کتو دا تو سپر سٹار کتو دا تو سپر سٹار. نفهمیدم چی شد، چی رمیش به خطا نمیرفت. طبقه 12. حالا بیمه که داریم. بیمه همون کجا؟ میرا پیو کون ہے؟ بالاخره باز شد. آره آسانسور رو چک کن. قربان، آسانسور خراب شده، از خروجی اضطراری بریم. تو آئے ہے نہ آئے
میرے یہ باہیں کھول دی ہے شما فرار کنید از اینجا برید خوبم گفتم که بدم کن با خودم گفتم قبل از اینکه دوباره بیفتم به زد و خورد یه کم دیگه آب بخورم سوپری شوکه شده بود ولی اونا از فرصت استفاده کردن بعد یه ماشین اجاره کردیم و باهاش رفتیم کندالا البته به همین سادگی هم نبود با بدبختی اومدیم پایین سوار یه کامیون شدیم و فرار کردیم تیرانداز الان هم پلیس دنبالمونه هم جیمی جیمی نمیره پیش پلیس اون خودش میاد سراغمون خب چرا ما نریم پیش پلیس بریم چی بگیم ما دفتر اونو آتیش زدیم ما چرا فرار کنیم گردمند که هنوز دست جیمیه بریم بگیریمش چی واسه خودت بلغور میکنی بریم بگیریمش من همه ی وسایل سالم جلوم میخوام چیزی که الان من دیدم کسی نباید ببینه
بس دیگه اشتباه نمی کنی ها. جیمی اومد اینجا دیگه جای ما نیست. ای بابا باورم نمیشه برادر من بوده که همه این خرابکاری ها رو کرده. این بار میکشمش. تو هم نباید جلوی منو بگیری، فهمیدی؟ نه بابا من قطع میکنم. دیگه گریه نکن، من قطع میکنم. خدافظ. پابلوی بیچاره رو ترسوندی فرار کرد، الانم داره گریه میکنه. چرا پیام دادی؟ پیام خودکار بود. کارتو کردی؟ خوشت اومد؟ بچه که بودی با این کارات یکی از ساختمون پایین انداختی، الان کل ساختمون رو به آتیش کشیدی؟ چی کار داری میکنی؟ با این کارات پدر جان ببین، این دختر قبل از آشنایی هم تأثیر زیادی توی زندگیمون داشته. ای بابا آجابا ول کن این حرفا رو. بالاخره به بابا چی گفتی؟ سفکن ببینم چی باید بگم. بیا اینو ببین، بناندنی رفته ماه عسل بخوریش. باشه ولش کن دیگه. خب خوب یاد گرفتی با چشات لیزر بزنی. پس فکر کردین اون ساختمون چطور آتیش گرفته؟ سوپری کجا میری؟ آجوبا گفت برم بالا بخوابم. آخه پایین که این همه جا سوپری. بی خیال دیگه، بلم کن. راستی ببینم چطور با استاد آشنا شدی؟ گفتم که تو جاده دیدمش. خب پس با آتول چی؟ تو مسابقه خوانندگی برام آهنگ خوند و منم خب ازش خوشم اومد. خیلی خب قضاوتم کن. خب چیه؟ مگه چه آهنگی خونده؟ من از خیلی خوشم اومده، اما اون در واقع منو خرید. اومد خونمونو با مامان و بابام حرف زد، کم کم خریدم میکرد، شد پسرشون، منم تو خونه شدم عروس. به هر حال حال مادرم اصلا خوب نبود. ولش کن. حالا چی ها؟ اب مای لایف از تو یہ سب میری وجہ سے ہے؟ نہیں سر آپ کی وجہ سے تھوڑی، میری وجہ سے. تو نے بولا تھا نا کہ میرے میں اتنی زیادہ سپر پاورز ہیں تیرے سے 1000 ٹائم زیادہ. تو نے بولا سپری جمپ سپری جمپ اینڈ سپری جمپ. یہ تو پرانی والی سپری ہے. سوریہ قسم سے اگر اس بار ہم بچ کے نکل گئے نا تو تجھے کہتے ہیں نا کہ سارے چین چوروں کو گرفتار کر لیں گے، قسم سے وہ کریں گے. پرومس. ارے مدر پرومس. ادھر آ جانا شفٹو. تو اب سین ایسا ہے کہ لائف ہو گئی گھچکن، मतलब खुजली करने में भी बड़ा मजा आ रहा है और दर्द भी हो रही है. मुझे खुजली भी नहीं होती. तुझे पता है तू क्या मिस कर रहा है लाइफ? मतलब पहले ना जब हो रही होती है ना तो ऐसे मचल जाते हो, तुम ऐसे मछली की तरह तड़पाने लगते हो. फिर जब तुम्हें सही पॉइंट मिल जाते हैं तो तुम्हें लगता है कि मतलब एक बार पिंटू में खुजली करना. कैसे? ऐसे करना, थोड़ा थोड़ा सा करना. थोड़ा लेफ्ट 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 नीचे थोड़ा सा नीचे. تو این 12 سال چیکار کردی؟ به این فکر میکردم که ما بچه بودیم بال داشتیم، ولی الان داریم رو زمین غلط میزنیم. لطفاً وارد این بحث‌های عرفانی نشو، اصلاً حالشو ندارم، خواهش میکنم. عرفانی یعنی چی؟ خدای من نگو که نمیدونی عرفان یعنی چی. این روزا مردم اصلاً میکنن میگن از سر عرفان بوده، باور کن که از سر عرفان بوده. آره دیگه.
خب حالا عرفان چی میگفت؟ اون میگفت که سوریای عزیز بعد از این لحظه آینده است و آینده هم مال آینده است. You have found a way to reach out with your song. Drown me in a shade of blue for I can't imagine you. بدن من سالم کار میکنه، فقط درد رو حس نمیکنه، ولی بقیه حسا رو دارم. نیاب مدنی لطفا. متشکرم. تو قهرمانی، چرا فرار نکردی؟ هر چی به اشاره کردن متوجه نشدی، نمیدونم چرا. الان به خاطر تو باید همه دیالوگامو از اول بگم دوباره. دیر کردی نبودی دیگه. حالا ببینم بازی چطوریه؟ همه علیه یکی، درسته؟ اولین فرصت هم مال استاد مانیه، چون داداش منه. اینجوری مراسم باباتم انجام میدی. 100 تا نشد ولی 20 نفرم قبوله. بینم کدوم احمقی پایین یار رو بسه. آخه کی از یه آدم یه پا میترسه؟ ها؟ این افتاد بعدش تو میری. تو افتادی اون یکی میشه نفر سوم. اونم شکست بخوره نفر چهار عمومونه. فهمیدی؟ مبارزه میکنی دیگه، درسته؟ اگه بردین شغلش نه، ولی جونش نجات پیدا میکنه. اینم قولیه که من میدم. خیلی خواه باشه. حالا من داور مسابقه. پس هرچی داور بگه باید قبول کنی بدون هیچ قید و شرطی. خب حالا آماده شروع باشه. هی بس دیگه، برید بی صدا به جنگید. اصلا نمیفهمم چرا اینقدر سر صدا میکنید. بدوید برید ببینم. اول برید دست و پا اینا رو باز کنید، بعدش هم یه میدون واسه مسابقه درست کنید. اینجا وایسادن فقط سر صدا میکنم. بدوید. مسابقه شروع شد. همونطور که جیمی گفت، راند اول استاد کاراته و بعد از شکست دادنش سوپری وارد میشد. منم راند سوم بودم. کلی وقت برای فکر کردن داشتم. اونجا نشسته بودم و داشتم دستمالی توی دهنم میچویدم. میخواستم بیخیال این بازی بشم، حمله کنم و یه استراتژی جدید دست و پا کنم که هشدار مهم. میدونستی انسان همیشه با سکوتشه که لو میره؟ هر چقدرم تلاش بکنه بازم سکوتش جلوی مردم رسواش میکنه. چطوریشو خودم نمیدونم، اما شما سعی کن که هیچ کار احمقانه ای نکنی، وگرنه به حسابت میرسم. از این خطم پاتون ورتر نمیذاری، وگرنه این آقایی که اینجا نشسته میمیره. فهمیدی چی گفتم؟ باشه؟
ساکت باشین، تمرکزم از دست میدم بابا. نمیدونم این از کجا پیدا شد، ولی جیمی یکم تحت تاثیر قرار گرفت. هیچ کس اون رو نمیشناخت. بعد خوردن دوتا مشت اومد مفتزهانه فرار کنه. نگا پلن بده. جیمی به تیرانداز گفت بکشش. تیراندازم گفت آخه اون داغون چی هست که بخوام بکشمش؟ بذار بره. احساسات جیمی جریه دار شد و اونم تیرانداز زد. آخه جیمی یه آدم بد دیوونه یه کلیشه ای بود. نوبت شما داداش است. اگه بابا با ناندنی آشنا نمی شد و من از خونه بیرون نمی اومدم، شاید الان سوپری کانادا بود و استاد با پابلو نوشیدنی می خواهد. من شاید پابلو که ساتھ دارو پی رہے ہوتے. ولی پشت هر داستان معرکه‌ای تصمیمات احمقانه زیادی هست. آجوبا اینو گفته بود. به سر مردنی رئیس، اینا هرچی بزنیم حس نمی کنه اصلا. لازم حالا تک تک بریم همه با هم حمله کنیم. سودی تموم شد. من فکر میکردم حالا حالا ها میجنگم. اگه 27 نفر رو میزدم حداقل تبدیل به یه قهرمان میشدم. بعدش آجبا مثل فیلمای دریب کمار برای من آب میخواست. جیمی و آدماشم فقط نگاه میکرد. بعد من میمردم و جیمی آجوبارم میکشت. داشت اینجوری میشد که مامان اجازه نداد.
تمومش کن. شلی کن بابا. مبارزه جوان مردانه. آقای سامورایی موفق باشی. صاحب کن یه لحظه وایسا اینجوری اصلا مزه نداره. باشه خیلی خوب، باید یکم قانون بذاری. موافقی؟ 10 امتیازی. تو اگه 10 امتیاز گرفتی اینا رو بردار ببر. خیلی خوب آقای سامورایی، من خیلی خرجت کردم ها، میدونی که اگه نبری چه بلایی سرت میارم. منظورم رو میفهمی؟ خب باید اینم بگم که کاملا ساده است و اصلا پیچیده نیست. هر کسی که وای داشتم میگفتم، هر کسی که 10 امتیاز بگیره برنده است. خیلی خوب باشه آروم. آماده؟ به جای خود. شروع. لباس قرمزی 0، سامورایی 2 امتیاز. حرکت کامل سامورایی 3 امتیاز. و امتیاز 4 و و 5. لباس گرم کن 0، سامورایی 6. اصلا نمیخواد از جد بلند شی، از همونجا تماشا کن. خیلی خوب مستقیم زدین تو کلیهش. خاک بس سرتون. تو بخواب، تو هم بخواب، راحت باش، همونجا باش. بچه که بودم آجبا یه آهنگ برام میخوند، الان دارم به خاطرش میارم. البته ریتم نداشت اما اشکالی نداره. یالا سوریا، یالا یالا سوریا، یالا. آماده ای؟ با کمک این آهنگ میتونم انجامش بده. شروع. سوریا سوریا، سوریا سوریا، سوریا سوریا، سوریا. خیلی خوب، خیلی خوب. تو 3، تو هم 6. چیکار می‌کنی؟ می‌خوای چی سر؟ خیلی خوب باشه. 5-7. شکست داره. خیلی خوب بابا، پاشو لوس نشو، پاشو. اون کارش نکرده، پس تو میشی 0 چون سامورایی پاتو شکست، پس اون 1 امتیاز میگیره. همه چیز عادلان است. 5-8. خیلی خوب، آفرین سامورایی. تو کارشو ساختی، بهت افتخار میکنم. یه 2 امتیاز دیگه بگیری کار تمومه، پس تعلل نکن. برو حالشو بگیر، بدو. فقط حواست باشه به پات نباید فشار بیاری، وگرنه هیچ وقت خوب نمیشه و استخونت هیچ وقت جوش نمیخوره. برو دیگه، 2 امتیاز بگیر، کارو تموم کن دیگه. از بروسلی یاد گرفتم،
اوج مبارزه که رسیدم لباسامو در بیارم، چون حواس رقیبمو پرت میکنه و البته خوردن آبم فراموش نمیکردم. بیا بگیر بودو، رویای احمقانه استاد بی مصرفتو کامل کن. زود باش زود باش زود باش. پسر احساساتی. سه تاشو دوتا میکنم و دو تاشو یکی، به خاطر آجوبا، سوپری و استاد. انتقام همه. یه امتیاز یه امتیاز. حالا حساب کار میشه 9-5. آفرین، تمام شد. یه دونه مونده. ببخش سامورایی، مسئله قوریه که از بچگی دادم. مجبوری ببازی، اونم به خاطر گردن بند. گردم بند. ببینم تو دیوونه ای چیزی هست یاره؟ بارا گامشا خونت بابا دیوونه. هی جلو نیا، با هم قد خودت در بیا. من عصبیم، یهو با تفنگ میذارم همینجا نفلت میکنم. هی شوت کر دیگا میں شوت کر سورا. هی چل اٹھ 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 مار اس کو. هی شوت کر دیگا. هی میں شوت کر دیگا. رزیدنسی میرے کو شوٹ کرنے پر مجبور مت کر، میں شوٹ کر دے گا. سوریا تیرے آگے بڑھے تیری طرف تو نے پھر چلا تیرے پیر پیچھے چل. کسی به همون سلام نظامی داد، نه سرود ملی بخشد و نه کسی از دیدن مبارزم اشک شوق ریخت. همه اینا بره به درک. من احساس میکنم شبیه راکی شدم. دوباره تموم زندگیم جلوی چشممه، ولی این بار دیگه واقعا میمیرم. آجوبا! چند روز بعد بیدار شدی پسرم؟ خوبه، منم خوبم، زنده هم شکر.
آجوبا تو چیزی نگو، آروم باش، از جا تکون نخور. اون از بچگیتون، الانم که بزرگ شدین خلافکار شدین. این گلوله و زخما رو ببین، دفعه دیگه از من انتظار نداشته باشین که کمکتون کنم. سوپری تو هم ازش دوری کن، شما آخر منم میندازین زندان. دختر احمق. کینگ مووی. یه چی بدید بخورم آروم بشم. استاد جان آروم باش بشی. آجوبا دیدی چطوری پدرشو در آوردن؟ نه اسم پدر رو نیار که یاد بابات میفته. تو مثل این که دیوونه ای. اصلا حالیت میشه چه اتفاقی افتاده؟ هیچی حالیت نیست. سوپری فقط از این به بعد با تفنگ نزن. با دست بزن. برای دانلود فیلم های بیشتر به وبسایت مای موویز مراجعه کنید. استاد همه چیو گردن گرفت و یه قهرمان شد. بابا هم از ماه عسل برگشت. البته یکم شوکه شده بود. ولی همه چی تحت کنترله. جای نگرانی نیست. نقشه استادانه مادر سوپری هم جواب داد. من ادامه راه بابا رو رفتم و حسابدار شدم. یه حسابدار حرفه‌ای. سوپری هم سر پا شد و دنبال کار گشت، درست مثل بقیه. و این خب این یه داستان دیگه است که باید بعدم براتون تعریف کنم. Ure ure, chale chale. Eternia se igat pure.